مورک واقعا بچه ای با نمکیه. میدونی اولین باری که دیدمش تو قلبم جا گرفت. جدی میگی؟ آره. بعد از پسرم به هیچ بچه ای هرگز همچین حسی نداشتم. خیلی فرق داشت. کاملا مشخصه که حستون دو طرف است. اونم تو رو دوست داره. خوشش اومد. گریه هاش موقعی جدا شدن هیچ وقت از یادم نمیره. خب گاهی میری دیدنش، حتما اجازه میدن. گمون نکنم. باباش منو نجات داد ولی دیگه نمیخواد به بوراک نزدیک بشم. البته حقم داره. چه ربطی داره عزیزم؟ چرا نخون ببینیش؟ چون هر بلایی سرش اومده تقصیر منه. فیدان، راستش خودش بهتر میفهمه. این به تو چه ربطی داره دختر؟ بخوای نخوای بلایی که سرش اومد تقصیر من بود. صحبت و محبتتون زیاد باشه پرنسسا. فیدان، دو روزه خیلی خستم. میخوام یکم بخوابم. واسه بابات یه سوپ درست کن. باشه، درست میکنم. منم برم دیگه. نه نرو. فوراً غذای بابامو میدم میام. خب بذار بره دختر. فکر کردی همه مثل تو بیکاره. بذار بره به کارش برسه. تو رو خدا با این درگیر نشو. من میرم بعداً دوباره میام. باشه؟ باشه. الهی قربونتون بشم، خدا شما رو جدا نکنه. صبح بخیر. صبح بخیر، چی شده؟ عرق کرده، میخواستم لباسش عوض کنم. من شبم چک کردم، شما نبودین. چند ساعت اینجایین؟ طرفای صبح اومدم، گفتم یه سر بزنم. خوب کردین. بیا ببینم عزیز دلم. من میرم دست و صورتمو بشورم. چی شده؟ امروز صبحم اسم فیدانو گفت. معلومه که میگه، مگه میشه نگه؟ چطور؟ خیلی وابسته شده، به خاطر همینه. درد براک مشخصه حالیده خانم. برم فیدانو بیارم. براک اونو ببینه چطور میشه؟ براک با ما قهر کرده، برای همین اینطوریه. خیلی خوب میشه، بهتر از این نمیشه. من و کریمان خانم حرف زده بودیم، برای براک پرستار لازمه. فیدان نمیشه؟ در ضمن اونم به کار نیاز داره. شما فیدان رو خوب میشناسین مگه نه؟ خیلی. من میتونم ضامن انسانیتش باشم. موافقم. آدم خوبی. بیارینش. صبر کن، تو برو غذای باباتو آماده کن، من باز میکنم.
مگه من بهت نگفتم سر کوچه منتظر باش؟ کم مونده بود فیدان بیاد. چه میدونم، عجله دارم. آفرین، کار خوبی کردی. به این ور ببینم. بیا اینجا. اصلا معلومه داری چی کار میکنی آقا ارجان؟ فیدان تیر خورده، دستشو نشون داد، شوکه شدم. خدا رو شکر فقط خراشیده. اگه به جای دیگهش میخورد چی؟ به منم چیزی نمیگی؟ خدا نکنه. اگه میرفت به پلیس شکایت میکرد چی؟ خب باش، چنقدر فشار میاری بهم؟ الان میخوای من چی کار کنم؟ بهم بگو. خب معلومه دیگه، باید یه کاری کنی تو رو ببخشه. ببخشه؟ چه میدونم؟ با ظرافت رفتار کن. اصلا هیز نباش. فیدانو عصبانی نکن. بیشتر مراقب رفتار و کارات باش. حالا فهمیدی؟ مراقب هستم دیگه. مثلا طرز حرف زدن تو درست کن. خب. خیلی خوب. الان تو برو یه دست گل بخر. بزرگ نباشه. گل روز. رنگش هم قرمز باشه. بعدش هم بیا. بگو برای این که منو ببخشی هر کاری لازم باشه میکنم. پیش پلیس نرفتن و شکایتم نکردن، ولی تو بی خبری. بگو لازم باشه میرم اعتراف میکنم، میرم زندان، هر کاری لازم باشه میکنم تا تو منو ببخشی. پس پیش پلیس نرفتم. بی خودی قایم شدم اینجا. خیلی خوب. از این به بعدشو بسپار به من. همونطوری که پشت تلفن حرف زدیم، امروز این موضوع رو حل میکنی. مطمئنی دیگه؟ البته که مطمئنم. امروز 100% حلش میکنم. تو امروز فیدانو با رضایت خودش از این خونه میبری. به اندازه کافی طولانی شد. الانم برو. یالا. معلومه چی کار میکنی؟ توپراک بهت نگفت کجا میره؟ نگفته. هیچی بهت نگفت؟ نه کریمان خانم. کریمان خانم، دیگه باید یه فکری برای براک بکنیم. بچه اصلا حالش خوب نیست. دارم میبینم. آیدان گاهی به براک سر میزنه؟ هنوز بیدار نشده. شب اومد؟ من 3 بار چک کردم. آیدان خانمو ندیدم. آقا توپراک تا صبح پیش براک بود. توپراک؟ فیدان، چی کار میکنی؟ ول کن، ولش کن، ولش کن. تو زخمی شدی، برو یکم استراحت کن. من خوبم، درست میکنم. آی، تو هم چقدر لجبازی، میگم خسته نشی. خسته نمیشم. آی، اینم چقدر سریع اومد. کی سریع اومد؟ ای بابا، پشت سر هم در میزنن دختر. زر زر زر. ببخشید مزاحم شدم. فیدان خونه است؟ نه، فیدان نیست. خوب عادت کردی هر دقیقه میای دم در. فعلا فیدان خونه نیست. کی اومده؟ این نه، یا دم در. فیدان از خودش کار و زندگی داره. باید اونو ببینم. میشه صداش کنید؟ ای بابا، تو حرف حالیت نمیشه. گفتم از اینجا برو دیگه. فیدان، فیدان، آقا توپراک. ببخشید مزاحم شدم. حالت خوبه؟ حالم خوبه. چیزی شده؟ چیزی نشده. باید باهات حرف بزنم. البته. چه حرفی میخوای بزنی؟ میشه چند لحظه تنها صحبت کنیم؟ باشه. من دیگه مزاحمتون نمیشم. بهتره برم تو. بیا اینجا ببینم. هر حرفی میزنید همینجا بزنید. یعنی چی با یه مرد غریبه میخوای تنهایی حرف بزنی؟ میخوای آبرومونو تو این محله ببری؟ خیلی خوب. پس من سریع حرفمو میزنم و میرم. باشه باشه، زود باش. فیدان، من برات یه پیشنهاد کاری دارم.
کار؟ ببینم منظور چیه؟ یه پرستار واسه بورک. حالیده خانم گفت تو میتونی این کارو بکنی. به تو اعتماد دارم. منم اعتماد دارم. بوراکم که واقعا ازت خوشش اومده. برای ما بهترین گزینه توی. البته اگه بخوای. مراقب بوراک باشم؟ اگه قبول کنی. از که تا حالا جلوی در اینجوری پیشنهاد کار میدن. ای بابا. اگه تو شرایط بدی نبودم به شکل رسمی پیشنهاد میدادم. یه خورده ناچار بودم. منظورتون چیه؟ خیلی خوب، یالا دیگه داداش، تو برو، ما فکرامونو میکنیم. از کجا بفهمیم شما چه منظوری دارین؟ چی داری میگی آبجی زرین؟ تو برو تو، زود باش. بفرما داداش، به سلامت. ما فکرامونو بکنیم، بهتون خبر میدیم. معلومه چی کار میکنی آبجی زرین؟ جلوی مهمون زشته. یکم بفهم. اگه مدام اینجوری بیا جلوی در میدونی عاقبت چی میشه؟ چه پیشنهاد کاری خوبی داد. خودت میدونی که نیاز داریم آبجی. اون با خودش چه فکری کرده که میاد جلو درمون بهت پیشنهاد کار میده ها؟ کسی دیگه ای نیست از بچه‌ش مراقبت کنه؟ بوراک منو خیلی دوست داره. منم اونو دوست دارم. خاله حالیده هم ضامن شده. آقا توپراک که بهت گفت. من نمیفهمم. نمیخوام مسخره عام و تام بشم. هر چی یه راه و روش داره. مراقب رفتارات باش. میرم عذرخواهی کنم. کجا با این عجله؟ ولی خیلی کارت زشت بود. وسط محله چه حرفی داری با یه مرد غریبه؟ فقط میخوام عذرخواهی کنم. باشه، درسته، کارم زشت بود. خودم عذرخواهی میکنم. تو وایسا. تو؟ چی شد؟ خوشت نیومد؟ منو ببین دختر، نکنه از این مردی که خوشت اومده. بگذاریم، تو همینجا وایسا. بازم تو؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ مگه نگفتم اینجا آفتابی نشو؟ وای خاک به سر شدم ارجان. ارجان هنوز کارم با تموم نشده. بهتره پیش چشمم نباشی. آروم باش. الان فیدان میشنوه. بذار بشنوه. نمیخوام این آدم اطراف فیدان ببینم. تو کی هستی؟ این نامزده فیدانه. ببین واسش گلم خریده، واسه یه امر خیر اومده. میگم واسه امر خیر اومده، نمیفهمی؟ نکنی میخوای به دامادمون حمله کنی؟ برو دیگه. یالا برو دیگه. برو زود باش، حداقل داستان درست نکن. برو. اینا دیگه چجور آدم هایی؟ از تو بعید بود فیدان. آبروم رفت. حلش کردم. خب چی کار کردی؟ ازش معذرت خواستی؟ آره ازش خواستم. تو نگران نباش. یه بار بیا تو سالن. چرا؟ مهمون داری. یالا. یالا دختر. چه خبره؟ این اینجا چی کار میکنه؟ گوش کن فیدان. تو ساکت شو. صبر کن دختر. همینو میخواستی نشون بدی؟ دخترم وایسا، به حرفش گوش کن. محض رضای خدا. اگه بهم یه فرصت. بهت گفتم ساکت شو. من دیگه میرم. دخترم تو رو خدا وایسا. ببین میخواد اشتباهاتشو جبران کنه. نمیتونه. کارایی که با من کرده رو نمیتونه جبران کنه.
خب یه فرصت بهم بده میتونم همه چی رو جبران کنم. فقط باید منو ببخشی. چی رو ببخشم؟ نمیبخشم. کاری که با من کردی بس نبود؟ رفتی یه بچه کوچیکو دزدیدی. اون وقت ازم میخوای تو رو ببخشم؟ من همچین آدمی نیستم فیدان. به خاطر عشقم به تو یه خورده به هم ریختم. ازت چندشم میشه. میبینمت حالم به هم میخوره. این حرفو نزن. تو یکی که خواهشان اصلا حرف نزن. آی اینقدر مسخره بازی در نیار، این اداها رو هم بذار کنار. مگه نمیبینی ارجان پشیمونه؟ ازت معذرت خواست. ببین واسه اینکه نیت خیرشانشون بده دست گل گرفته اومده. میخوای چی کار کنه؟ برام گل خریده، کت و شلوارم پوشیده اومده. یعنی همه چی حل شده. آره آبجی زری، منو ببین، خیلی طولش دادی ولی دیگه بسه. داری در مورد چی حرف میزنی؟ با ارجان ازدواج میکنی، فهمیدی؟ دیگه هیچ راهی نداری. ارجان امروز دستتو میگیره و از این خونه با هم میرین بیرون. همین. خوش اومدین آقا توبراک. حالتون خوبه؟ نکنه فیدان چیزی شده میاداره؟ اسم فیدانو نیار، موضوع فیدان بسته شد، نمیاد. چرا؟ چون هر کس جاییه که حق بشه. تو بازم به عشق و حالت برس، من مراقبه بچهت باشم. نه خدا میدونه باز کجایی. آبجی حالیده واسه توپراک سوپ درست کرده. آقا توپراک هم اومده. تو برو. یالا بوراک جون، یالا مامان جون، دهنتو باز کن ببین سوپ مورد علاقتو درست کردم. تو کی اومدی؟ حالش چطور؟ همون جوریه، از دیروز دارم تلاش میکنم یه لقمه بخوره. گفتم شاید سوپ مورد علاقتشو بخوره، درست کردم ولی بوراک ببین مامان سوپی که دوست داری رو درست کرده، یه خورده بخور. یالا پسرم خواهش میکنم. یالا مامان جون. یالا بوراک چشماتو باز کن. اگه امروز حل شد که شد، دیگه همچین شانسی نداری حالیده. من دوستش ندارم، چطور باهاش ازدواج کنم؟ آبجی زرین من قسم خوردم، قسم خوردم که جز نجات کسی رو دوست نداشته باشم. اگه میخواید جونمو بگیرید، اما خواهش میکنم منو به این ازدواج مجبور نکنید. ببین این حرفات خیلی بده. این چه حرفیه دختر؟ جونمو بگیرید و از این حرفا. من حرف آخرمو زدم، خیلی هم واضح همه چیو گفتم. با ارجان ازدواج میکنی، راه دیگه ای هم نداری. همین. کی زنگ زده؟ خاله حالیده. خوبی دخترم؟ صدا چرا گرفته است؟ خوبم. بوراک چطوره؟ بوراک مریضه. مریضه؟ آقا توپراک مگه بهت نگفت؟ فیدان؟ فیدان؟
پیش آقا توپرک شرمنده شدم. چرا؟ چی شده؟ وقتی اومد خیلی عصبانی بود. پیشنهاد کار داد ولی... تو نگران نباش، آقا توپرک درک میکنه. بورک چطوره؟ کل روز خوابه، نه غذا خورده نه حرف زده، فقط میگه فیدان. آقا توپرک واسه همین اومد پیشت. دخترم، بورک خیلی بهت وابسته شده. جدی میگی؟ معلومه که جدی میگم، واقعا عزیز دلم. نمیدونم چه کاری میتونم بکنم دخترم. واسه بورک هر کاری لازم باشه میکنم، فوراً میام اونجا. باشه دخترم. کجا داری میری؟ فیدان! از اینجا تکون نمیخوری. با تو هم. یا از این خونه دست ارجانو میگیری و میری، یا جسدت میره. اگه قرار وسایلتو جمع کنی و بری، پس میری پیش ارجان. حالا فهمیدی؟ آی بس دیگه، تو خیلی پررو شدی. این درد واسم عادیه، من تا به این سن برسم دردای زیادی کشیدم. چون نامادری بودی، همش بدرفتاری کردی. ولی بسه، دیگه کافیه. بورک مریضه، حالش بده، من باید پیشش باشم. هر کاری بکنی بازم من میرم، فهمیدی؟ اگه همینطوری غذا نخوره بدتر میشه. چی کار کنیم؟ ببریمش بیمارستان؟ توپرک میشه یه چیزی بگی لطفا؟ نمیدونم، کاری از دستم بر نمیاد. تو دیگه چجور آدمی هستی؟ واسم تله گذاشتی و حبسم کردی، بعدش یه بچه کوچیک و بیگناه و دزدیدی. کافی نبود؟ جلوی چشمم به یه بچه کوچیک شلیک کردی. خدا رو شکر که به من خورد. تموم شد، دیگه تموم شد. اگه نرفتم پیش پلیس فقط به خاطر این بود که اوضاع بدتر نشه، فقط به خاطر این نرفتم که این ور و اون ور حرفی در نیاد. الان اگه یه خورده هم غرور داشته باشی میذاری و میری، وگرنه میرم پیش پلیس، یا میرم همه کاراتو به مردم محل میگم و آبروتو جلو همه میبرم، فهمیدی؟ دیگه از هیچ کدوم از شماها نمیترسم، فقط یه جونم مونده، یه جونم مونده، اونم بگیرید. اصلا جیکم هم در نمیاد، ولی من یه انسانم، نمیخوام دیگه با زندگی من بازی کنید. از اتاقم برین بیرون، گفتم برین بیرون، میخوام تنها باشم. برو. بگیر بشین اینجا. من اونو میشناسم، گریه زاری میکنه ولی به راه میاد. الان بیشتر از این نمیشه بهش فشار آورد. خب برو حرف بزن، ناز کشیدن بلد نیستم. البته که حرف میزنم، ولی تو آروم باش، اونم یه خورده آروم میشه. الان فکر کردی به من گوش میکنه، بازم حمله میکنه، فعلا بی خیال. یا راضیش میکنی یا خیلی واسط بد میشه زرین. بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم، خسته شدم از بس دویدم. تا کجا ها؟ تا کجا؟ چرا وایسادی؟ خب برو باش حرف بزن. آی باشه باشه. فیدان یه چیزی بگو دختر. خدا لعنتت کنه. عزیزم، دختر خوشگلم، خوش اومدی. خاله حالیده، بورک کجاست؟ واقعا حالش خیلی بده؟ حالا که تو اومدی بهترم میشه، تو اتاقشه. خوش اومدین. ببریمش بیمارستان، چی کار کنیم حالش زودتر خوب شه؟
پریمان خانم، دنباله پرستار بودیم. پرستار اومد. این دختر کیه؟ چطوری این تصمیم گرفته شد؟ به یه پرستار نیاز داشتیم، حرف زده بودیم. نه دیگه، تو بدون اجازه من برای یه پسر من پرستار گرفتی؟ این خانومو میشناسی نه؟ گویا تصمیم داره پرستار بوراک پسر ما بشه. این رسماً گستاخیه. درباره یه پسر ما شما تصمیم گرفتی بدون اینکه حتی با ما مشورت کنی؟ شما اصلا تجربه این کارو دارین؟ اصلا میتونین این کارو انجام بدین؟ نمیتونم باور کنم، این کار واقعا مسخره است. چطور تونستی این خانمو بیاری خونه ها؟ اصلا از کسی اجازه گرفتی؟ ما که این خانمو نمیشناسیم، نمیدونیم کیه. کافیه، بیشتر از این ادامه ندیم. باشه عزیزم. اعتماد نداشتم که نمی آوردمش. فیدان مثل دختر خودمه، من ضمانتش میکنم. این امکان نداره. این زن نمیتونه پرستار بچه من بشه، نه تحصیلات داره نه تجربه این کارو. خیلی ببخشید، شما رو فراموش کردم. اولگا خانم، پرستار جدید بوراک. باهاش حرف زدم و توافق کردیم. با تجربه است، تحصیلات آکادمیکم داره، کاملا حرفه‌ایه. مثل این خانم از وسط خیابون پیدا نشد. خیلی خوب آیدن جون، برو اولگا خانم رو با بوراک آشنا کن. بله حتما، من و اولگا خانم میریم پیش بوراک. شما اول اتاق اولگا خانم رو بهش نشون بدیم. چشم آیدن خانم. بفرم. این خانم رو مرخص کن، بعدش هم یه قهوه درست کن. تو خوبی دخترم؟ بیا بریم آشپزخونه، یه لیموناد بهت بدم. همونطور که گفتم، بوراک خیلی لوس شده. میخوام تو رفتارش تغییرات ایجاد کنین. به نظر من این مریضیش هم یه جور بازیشه. زیاد بزرگ نیست. ازت میخوام اصلا بهش رحم نکنی. بله آیدان خانم، شما اصلا نگران نباشین. شما بفرمایید، منم میام. باشه. الو آیسین، خوبم عزیزم. آه تدارک چی؟ نه هنوز نیومده عزیزم، منتظرشم. وای قراره یه ست خیلی خوشگل برام معرفی کنه. آره خیلی ازش تعریف کرد. تو کی هستی؟ من اسمم اولگاه، بعد از این من پرستار تو هستم. تو مریض شدی؟ شاید مریض نباشی، شاید یه بازی واسه جلب توجه بزرگتر هست. من بازی نمی کنم، واقعا مریض شدم. دلم واسه خالی فیدان تنگ شده. نکنه واسه همین مریض شدی؟ ببین پسر خوب، آدم به خاطر دلتنگ کسی شدن مریض نمیشه. به نظر من تو فقط برای این که توجه بقیه رو جلب کنی خودتو به مریضی زدی. همین. این طور نیست، من واقعا مریض شدم. اول از همه گریه و بهونه تعطیله. کجا؟ میرم پیش خاله هالیده. تو هیچ جایی نمیری. میرم همونجا وایستا.
میدونی بیشتر از همه از چی بدم میاد؟ از بچه های لوسی که حرف گوش نمی کنن. من دیگه میرم. منو ببخش دخترم، اگه میدونستم اینجوری میشه. این چه حرفیه خاله حالیده؟ این که دست تو نیست. رفیق نیمه راه شدم برات. از این مشکلات پیش میاد، مهم اینه حال بوراک خوب بشه. میگم میخوای با خود آقا تو پراک حرف بزنی؟ شاید اون قبول کنه. نه فکر نکنم نیازی به این کار باشه خاله جون. آیدان خانم حرف آخرش رو زد. اگه قرار بود قبول کنه همونجا آقا توپراک میگفت. تازه خودشم میخواست که من اینجا بیام. نمیخوام به خاطر من روابط زن و شوهر خراب بشه. آه دختر مهربون و ساده من، خودتو ول کردی به اونا داری فکر میکنی؟ اونم بعد از این که بهت توهین کردن؟ اونم حق دارن خاله. هیچ کس حاضر نیست بچه‌شو دست کسی بسپاره که اصلا نمیشناستش. آره عزیزم، اصلا همین پرستاری که تازه اومده مگه چند وقته که اونو میشناسن؟ آیدان خانم افاده‌ایه، فقط میخواد پوز بده که برای بوراک پرستار خارجی گرفته، فقط همین. در هر صورت مادر بچه اونه، اونه که تصمیم میگیره. حالیده پس چی شد این قهوه ها؟ همین الان براتون میارم کریمان خانم. اینو ببرم زود برمیگردم. چی کار میکنی مامان جون؟ لیستت حاضر شد؟ آه باید خیلی حواسم رو جمع کنم. آشنا زیاد داریم، نباید کسی از قلم بندازم وگرنه آبرو ریزی میشه. بله تموم که شد با هم مرورش میکنیم. باشه. راستی آقا لونت هم قراره سفر اروپاشو کوتاه کنه و برگرده، فقط به خاطر اینکه تو عروسی شما شرکت کنه. واقعا از الان خیلی هیجان دارم، این مراسم باید عالی بشه. میشه عزیزم میشه. آه اما جانان خانم نمیتونه بیاد، درمان مغزش هنوز ادامه داره، بازم باید یه مدت دیگه تو آمریکا بمونن. آی بیچاره خیلی سختی کشیدا. آی نپرس نپرس. اون چی؟ شرکتی که مراسمو برگزار میکنه فرستاده یه آلبوم از تمایی مراسم عروسیه. آه چه خوب، بده منم ببینم. آه قراره طراح بیاد اینجا، میخوان یه تم مخصوص برامون آماده کنن. امروز دیگه تصمیم میگیریم. بوراک چطوره؟ به پرستارش عادت کرد؟ بوراک؟ آره عادت کرده، خیلی همدیگر رو دوست دارن. بفرمایین کریمان خانم. آب نمیخوام عزیزم. منم آب نمیخوام. آیدان جون قرابیه بردار، حالیده تازه درست کرده. نه مامان جون خیلی ممنونم، نمیخوام هیکلم خراب بشه، باید لباس عروس اندازم بشه. باشه باشه درست میگی، پس قرابیه رم ببر. این دختره که هنوز نرفته. منتظر من آیدان خانم، الان بدرقش میکنم. با بازیامو جمع کردم، دیگه چیزی نیست. تموم شد. پس این چی؟ قلعمو خراب نمی کنم، میخوام به خاله فیدان نشونش بدم. خاله فیدان، خاله فیدان، چند بار باید بگم خاله فیدان دیگه نیست؟ چرا نمیفهمی؟ اینا رو جمع کن. نمیخوای جمعشون کنی؟ پس باید تو را تنبیه کنم.
اون یکی پرستار تونست با گورک کنار بیاد؟ نمیرم. بوراک؟ بوراک؟ ای وای، چی شده؟ از کمد بیا بیرون. گفتم بیا بیرون وگرنه تنبیهت میکنم. گفتم بیا بیرون. نمیام بیرون. بیا بیرون. بوراک؟ خاله فیدان. بوراک عزیزم، چیزی نیست. ببینم تو خوبی؟ اینجا چه خبره؟ پسرم. اولگا خانم، راستش من به بوراک گفتم بیا با هم بازی کنیم. اون نمیخواست بازی کنه، بعدش رفت تو کمد. بیرونم نمیومد. عزیزم، مطمئنم اولگا خانم یه دلیل منطقی برای این کارش داره. شما بریم بیرون. من از اون زنه خوشم نمیاد. من تو رو میخوام خاله فیدان، لطفاً اینجا بمون. اما من نمیتونم اینجا بمونم عزیزم. نرو، همینجا بمون. قول میدم دیگه اذیتت نکنه. تو خیلی پسر باهوشی هستی. پسر باهوشی مثل تو هیچ کس اذیت نمی کنه. اگه بری منم باهات میام. مگه میشه عزیزم؟ تو اگه بری مادرت خیلی ناراحت میشه. مگه نه عروسم؟ مامان بزرگت راست میگه. اگه بری من بدون تو چی کار کنم؟ بیا بغلم عزیزم، بیا عزیزم، بیا. برو بغل مامانت بوراک جون، برو. نمیخوام برم. دیدین؟ انگار مادرش اصلا دوست نداره. خیلی خوب، پاشو بریم دست و صورتتو بشوریم. فیدان خانم، قبل رفتن یه بار بیاین پیش من. چشم آقا توبرک. حواست هست دیگه؟ آره، فیدانو بیشتر از من دوست داره، مادرشو. چی داری میگی؟ اون بچه هست، بچه ها رو نمیشناسی، هر دقیقه یه چیزی میگن. فقط کافیه نیم ساعت نباشی، همش میاد سراغ تو رو میگیره. 9 ماه تو شکمم نگهش داشتم، بزرگش کردم، اینم جواب کارم. هرچی فکر میکنم نمیفهمم چرا اون زن رو بیشتر از من دوست داره. ها نمیفهمم. من میدونم. یعنی چی؟ چی رو میدونی؟ ولش کن، بعدن دربارش حرف میزن. مامان جون. بیا عزیزم. خب تعریف کن بابا عثمان. چی بگم پسرم، همه چی مثل گذشته است. قربونت برم پسرم، خیلی دلم برا تنگ شده بود عزیزم. منم دلتنگتون بودم مادر جون، هم پدرم هم خونه. پسرم چرا خبر ندادی که میای؟ برات برنامه داشتم. نمیخواستم تو زحمت بیفتیم. با منم تعارف میکنی، میبینی عثمان، نمیخواسته ما تو زحمت بیفتیم. الهی، پسرت دوستت داره، هوا تو داره. شام برای چی بپزم؟ مانتی خوبه؟ خودت که میدونی چقدر این غذا رو دوست دارم. فردا که بر نمیگردی، چند روز مرخصی گرفتی؟ دیگه بر نمیگردم بابا جون، برای همیشه برگشتم. واسه همیشه؟ از کارت راضی نبودی؟ راضی که بودم بابا جون، ولی من نمیتونم تحمل کنم کسی بهم دستور بده. یه مقدار پس انداز دارم، البته کارخونم هم تعطیل شده بود. خب خودت بهتر میدونی پسرم، چی بگم؟ اصلا نگران نباش پسرم، خیلی زود کار پیدا میکنم. خودم هم یه فکرایی دارم، پاداشامو گرفتم، پس اندازم دارم، میخوام واسه خودم کار کنم. انشالله، اینجوری کسی دیگه بهت دستور نمیده. مامان من چند دقیقه بعد میرم. کجا میری؟
میخوام آبجی فیدان رو سورپرایز کنم. پیش اون میرم. دیگه با شیرای کار نمی کنم. آبجی فیدانت رفته پرستار یه بچه خانواده پولدار شده. چجور خانواده ای مامان؟ قابل اعتمادن؟ اصلا نگران این چیزا نباش. اون از پس خودش برمیاد. خانواده پولداریه. حقوق خواهرتم زیاده. این که کجا کار میکنه مهمه. من دوستش دارم. میدونه که خیلی هواشو دارم. آبجی تو خطر افتاده. ما هم اینجا میشینیم چایی میخوریم آره؟ فیدان حالش خوبه. نگران نباش پسرم. حالا که اینطوره خیالم راحت شد. آره پسرم.